درود گلای تو خونه، عرق خورای نمونه، ارسلان اومد متفاوت تر از همیشه، این بار با شراب خرمالو در خدمت شما، ولی خیلی خاص، بی نهایت خاص. و اما این کیپ هم باز مثل کیپ های قبلی جایزه نداره، ولی ری رمز عبور خدمتون عرض میکنم، کسایی که کامنت بینویسن برامون رمز عبور رو به کار ببرن، من خودم میدونم چه بلایی بعدن سرشون بیارم. فقط شما رمز عبور رو بزن کامنت و پشت سرش، میدونم چه کارتون کنم. بذارید سورپرایز شید. ارسلان و شان یوکی عاشق سورپرایزن، مطمئنم پشیمون نمیشید. و همچنین اینو اضافه کنم برای دوستانی که جدید اومدن، اگه دوست داری منو سابسکرایب کن، زنگوله رو هم بزن تا به محض اینکه یک کلیپ گذاشتم بگه ارسلان اومد شان یوکی کلیپ گذاشت، میشینی پای کلیپ هم چیزی یاد میگیری هم میخندی، اون لپات گل میفته. قربونت برم، بریم برای کلیپ. با یاد و نام آقا زکریا شروع میکنیم. شراب خرمالو خیلی خاصه. چرا؟ چون که طعم خاصی داره و نمیشه اونو به تنهایی درست کنی، واسه همین باید با یه سری چیزا اونو ترکیب کنی که اون طعم زیبای خرمالو با اونا میکس بشه و یه چیز فوق‌العاده ازش در بیاد. پس اگه میخوای بدونی چجوری، تا آخرین کیپ رو نگاه کن، چون من در کل تایم کیپ معمولا به نکات مهمی اشاره میکنم. اولین چیزی که نیازمونه خرمالوه. خرمالو باید رسیده باشه، یعنی اینقدر رسیده باشه که شل باشه. از خرمالوهای صفر خودداری کنید. نگاه کنید خرمالو من دیگه خیلی رسیده است، چارقوس شده. به عبارتی از خرمالوهای شل مذهب استفاده کنید و همچنین خرمالو رو کاملا پاک کنید. نگاه کنید این گلبولی ململی رو در بیارید، دور بریزید. اگه خرمالو هم لکه چیزی داره، اون لکه ها رو بگیرید. به کشمش یا مویز نیاز داریم، اونو خرد کنید، تیکه تیکه کنید. نگاه کنید این کشمشایی که میبینید من خرد کردم اونا رو، و به هیچ عنوان کشمش و مویزتون رو نشورید، بذارید همین جوری آلوده باقی بمونه تا مریض شید. به انگور نیاز داریم، انگور رو هم به هیچ عنوان نشورید. اگه بشورید این گرتای سفید روی انگور از بین میره و اینا حکم مخمر رو داره. چرا؟ چون که من به این شراب هیچ گونه مخمری نمیزنم. پس اگه اینو بشورید اونا پاک میشه و دیگه مخمر فعال نمیشه. به آب میوه نیاز داریم، آب میوه رو میتونید از این شرکتی ها انتخاب کنید. سیب و پرتقال عالی میشه برای این ترکیب که من از سیب استفاده کردم. اگه آب میوه طبیعی بتونید بگیرید و بزنید که عالی، فوق العاده است، چرا که نه. اگه هم نخواید بزنید که اونم بازم میشه، یعنی این نیست نشه، ولی من خواستم یه شراب خرمالو بی‌نظیر، یعنی زمانی که ازش بخوری وای وای یه جوری بشی، اصلا همه جا اینجوری بلرزه از مزه. اولین کاری که میکنیم این آب میوه رو یه خورده گرم میکنیم. حالا روی چوفاژ میتونید بذارید، بغل اجاق میتونید بذارید، یه جایی بذارید که یه خورده گرم بشه، ولی نمیخوام خیلی گرم بشه، فقط میخوام یه ذره اینو گرم کنم که با این خرمالو و انگوری که میخوام میکس کنم اونا رو هم گرم کنیم، مخمر زودتر فعال شه. الان من یه دماسم میزنم براتون ببینید که دمای این آب میوه من چقدره. بله نگاه کنید 36.6، این عالیه. همونجور که بهتون گفتم بهترین دمایی که مخمر فعال میشه 35-40 و این دما فوق‌العاده است. میزان و مقدار رو عرض کنم خدمتون، با توجه به نیازتون اونو میتونید کم و زیاد کنید. اگه بیشتر میخواید بگیرید به همین تناسب برید بالا، اگه کمتر هم میخواید بگیرید بیاد پایین. 5 کیلو خرمالو رسیده گلبلبلی نیاز داریم، 100 گرم کشمش نشسته یا مویز نیاز داریم، 1 کیلو انگور نیاز داریم، انگور و مویز رو به هیچ عنوان نشورید، و همچنین 1 لیتر آب میوه پرتقال یا سیب، چه طبیعی چه شرکتی، طبیعی که عالی تره. و همچنین به آب نیاز داریم که جلوتر عرض میکنم خدمتتون. بریم برای اجرا. ببینید خرمالوها رو میتونید پوستشو بگیرید، میتونید هم نگیرید، و این نگیرید بهتره. چرا؟ چون که این ترکیب انگور و مویز و آب میوه رو که استفاده کردیم با این گسی خرمالو ترکیب میشه و فوق‌العاده میشه، و اگه شما دوست داشتید میتونید پوست اینو هم بگیرید و فقط این مغز خرمالو رو استفاده کنید. اما من پوست اینو نگرفتم و به این صورت درسته میدادم داخل ظرف مناسبی رو که دارم، میخوام اونا رو له کنم. مقداری از این خرمالوها رو میریزم و همچنین مقداری انگور میریزم. با توجه به اون میزان انگور و خرمالوتون اینا رو تقسیم کنید. انگورا رو هم دون کنید و اونا رو زیاد دستمالی نکنید. بچه ها دستمالی کلن خوب نیست. چرا؟ چون که اگه زیاد دستمالی کنید این مخمر با دستاتون چیز میشه، میز میشه، کیز میشه، چی گفتم؟ میشه دیگه، پاک میشه بابا.
آب میوه رو بهش اضافه میکنی، باز به همون میزانی و که خرمالو و انگور اضافه کردی. حالا اگه شما ظرفتون بزرگه میتونی اینا رو همه یک جا با هم دیگه ترکیب کنید و دیگه مثل مال من اینجوری چیز نکنید. مال من کوچیکه. اگه مال شما بزرگه، ظرف رو عرض میکنم، بزرگه، میتونید یک جا این کار رو بکنید. حالا به وسیله یه چوبی میتونید این کار رو بکنید، چون اینا نرمه، به این صورت میتونید اینا رو بکوبونید، له کنید. و اما اگه گوشکوب برقی داریم مثل من، نگاه کنید، با این گوشکوب برقی میتونید انجام بدید. تیغش هم فلزیه، برای شراب اون لحظه اولی که میخوای اینا رو خرد کنی تیغ فلزی باشه ایراد نداره، ولی بعدن دیگه نباید باش این کارو انجام بدی، فقط روز اول هیچ ایرادی نداره. ولی روزای بعد که تخمیر صورت میگیره، اگه با وسیله فلزی اونا رو له کنی شرابت 100% ترش میشه. ولی در مورد عرق ها این فرق میکنه، شما میتونید زمانی که عرق رو دارید میگیرید تا آخر، تا آخرین روز با وسیله فلزی اونا رو له کنی. بعد از اینکه اونو کاملا له له کردم، خورد خورد کردم، اونو به ظرفم انتقال میدم. فقط دوستان عزیز به یه نکته خیلی مهم توجه کنید، انگورتون نباید هسته داشته باشه. اگه یه وقت انگور هسته دار استفاده کردید، نباید اونو خیلی له کنید، با گوشوب برقی نباید بزنید، چون هسته انگور میشکنه و داخل هسته انگور یه روغنی هست که خوب نیست. میتونید اونو با وسیله دست له کنید، میتونید با وسیله چوبی له کنید، خیلی یه جوری له نکنید که هسته خرد بشه. و اما انگور هم فرقی نمیکنه، میتونید انگور زرد، قرمز، سیاه، هر انگوری رو دوست دارید استفاده کنید. و این انگور زرد معمولا شیرین تره و الکل بیشتری میتونه در نتیجه بهت بده. انگور رو هم همون لحظه ای که میخوای این شراب بندازی دون کن، یعنی این نباشه 3 روز قبل دون کنی، بذاری یخچال، اون آب بندازه، مخمره از بین بره. همون لحظه ای که میخوای شراب رو درست کنی، همون لحظه دون کن و همون لحظه هم استفاده کن. دیدی که بعضی وقتا که انگور رو دون میکنی میذاری داخل یخچال، آب میندازه و خیس میشه. نباید اونجوری باشه، اگه اونجوری باشه شرابت کپک میزنه. این ترکیبایی که من استفاده کردم دیگه به هیچ وجه نیاز به مخمر و شکر نداریم. ولی اگه شما باز نمیخواد این ترکیب انگور و مویز و آب میوه رو بزنید، کارتون خیلی خیلی راحت تره، ولی طعم آنچنانی بهتون نمیده. میتونید به جاش مخمر و شکر بزنید، یعنی فقط خرمالو، مخمر، شکر. میزان مقدارم به این صورت: 5 کیلو خرمالو، 5 لیتر آب، 1 قاشق غذاخوری مخمر، 0.5 کیلو شکر. ولی اصلا پیشنهاد نمیدم. چرا؟ چون که هم طعم تلخی بهت میده، هم این که بعد از مصرف سردرد میشی. همونجور که میدونید من اولین نفری هستم که اومدم مخمر و شکر رو حذف کردم و از چیزهای طبیعی استفاده کردم. چیکوی یه شراب ناب به دست بیاری. پس منو فراموش نکنید و فقط منو در کانال خودم شان یوکی، حالا یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام دنبال کنید، ولا غیر هر جای دیدید ریپورت کنید، بذارید ارسلان و شان یوکی باشه، چون که منم فقط جوابگوی شمام. دمتون گرم، مشتی هستید، ملوان کشتی هستید. نظافت رو هم رعایت کنید طبق معمول. تمام لوازمی رو که دارید استریل کنید. بهترین راه استریل کردن هم آب جوشه، یعنی شما ظرف و ظروف هر چیزی رو داری با آب جوش اونا رو میتونید استریل کنید. فقط مواظب پلاستیکا باشید، آب جوش نریزید روش خراب بشه، جمع بشه. الان نوبت اضافه کردن آبه. آب رو بذارید کاملا بجوشه و اون سرد روبه ولرمی باشه، نه سرد باشه نه داغ باشه، یعنی جوری باشه انگوش بذاری نسوزه. همون دمای 40 درجه، 35 الی 40، عالیه. حدود 3 لیتر بهش آب میزنیم. اگه آب میوه استفاده نکردید، این 3 لیتر باید بشه 4 لیتر دیگه، 1 لیتر جایگزین اون آب میوه باید بکنید. این مقداریو که من استفاده کردم اصلا این میزان 5 کیلو خرمالو و آب اینا نیستا، کمتره. به همون تناسب من اینا رو اومدم کم کردم. حالا به وسیله هیدومه یا شیرینسنگ میخوام ببینم چند درصد بهم الکل میده با توجه به شیرینی که الان داره. اگه کار کردم با هیدومه تو هم ندیدید، برید ببینید، لینکشو هم بالای همین تصویر میذارم. چیزی که الان من دارم میبینم حدود 10 الی 12% بهم الکل میده، ولی خرمالو من خیلی شیرین نبود. مال شما به حدود 14% هم میرسه. اگه بیشتر این مقدار میخواید بهش شکر بزنید، ولی اصلا پیشنهاد نمیدم. این 5 کیلو خرمالو میتونید نیم کیلو شکر بزنید، در اون صورت درصدتون میره روی 15-16، ولی من اصلا نمیزنم. الان نوبت اضافه کردن کشمش یا مویزه. اینو هم حتما تمیز کنید، بدون دم باشه، بدون چوب باشه. یه 100 گرم هم کافیه. اگه فصل انگور هم نبود، یعنی زمانی بود که شما این کارو خواستی انجام بدید انگوری وجود نداشت، میتونید این کشمشو بیشتر کنید تا 3 برابر 4 برابر بیشتر کنید و دیگه
به هیچ مخمری نیاز نداره. کشمشا رو هم با چاقو خرد کنید، نگینی تیکه تیکه کنید. بریزید داخل ظرفتون. ظرفتون هم یه جوری باشه که یک سوم اون خالی باشه. ولی چون قفل هوا داریم استفاده میکنیم، حالا یک ذره از یک سوم هم بیشتر باشه، طوری نیست. ولی حتماً یک چهارم، یک پنجم رو رعایت کنید از ظرف خالی باشه. بعد از اینکه کل مواد رو ریختم داخل ظرف، به این صورت اونو شکی شکی میکنم. اون زمزمه معروفم یادتون نره، کیپای قبلیمو برید ببینید که بدونید کدوم زمزمه رو میگم، اگه تا الان ندیدید اونو هم حتما زیر لب بخونید. حالا نوبت قفل هوا. قفل هوا رو هم بچه ها ببینید به هیچ عنوان زیاد نکنید، منظورم آبه، پر آب نکنید. به این صورت میذاری رو در بطری و فشار میدی. ببین رفت. حله. اگه قفل هوا نداری یه کیپ درست کردم، لینکشو هم بالای همین تصویر میذارم، برو ببین. خیلی راحت و آسونه، با کمترین چیزا میتونی تو خونه قفل هوا درست کنی. دوستان عزیز، بازم ازتون خواهش میکنم کیپای منو فقط و فقط در شان یوکی، حالا یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام دنبال کنید. غیر از شان یوکی هر جای کیپی از من دیدید ریپورت کنید، بذارید حق به حقدار برسه. دمتون گرم. حالا اینو باید یه جای تنگ و تاریک بذارم، به مدت 2 هفته بمونه. هر 2-3 روز یه بارم به این صورت اونو شکی شکی میکنید تو این 2-3 هفته، و اون جای تنگ و تاریک هم دماش بین 25 الی 30 باشه. تو این دما عالیه، سریع عمل میاد شرابه. حالا اینا رو تو قسمت دوم توضیح میدم خدمتون. این قسمت یک بود که به پایان رسید. تا آخر باشید، نرید، عجله نکنید. و اما رمز کلیپ هم شکی شکیه. هر کامنتی رو میخوای بنویسی، فوش، سوال، نمیدونم، تقدیر، تشکر، شکی شکی رو اولش بنویس، بعد کامنتتو بزن تنگش. قسمت دوم هم 2 هفته بعد از قسمت یک آپلود میشه. بریم برای پرسش آخر. مولام، آقام، زکی جون، ازت میخوام فالوورای شان یوکی رو همیشه صحیح و سالم نگه داری و اونا رو زیاد شکی شکی نکنی. بذار زندگی بر وفق مرادشون باشه. آمین یا زکی. معرفت و مرام و همیشه سرلوحه زندگیتون قرار بدید. بذارید همیشه با مرام و با معرفت و با ادب باشید. کوچیک شما ارسلان. دوستتون دارم.